صحبتان و خیر شما بیننده ادامه برنامه صبح و زندگی از شبکه جهانی آریانا هستین و امیدوار استان باز هم صبح بسیار زیباره تا این دم در کنار برنامه دلخواه خودتان صبح و زندگی تجربه کرده باشین در این هم می در رابطه به موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم یکی از حالات صحی که بعضا مشکلات جدی را میتونه بر ما و شما ایجاد بکنه سکته ای مغزی یا برین استروک یا حمله مغزی که گهگاه ما با این نام ها آشنا هستیم و شنیدیم و شاید از عزیزا و دوستای ما هم مصاب شده باشن ولی که کدام فاکتورها در قسمت سکته مغزی میتونه رول داشته باشه و چطور ما میتونیم که از سکته مغزی پیشگیری بکنیم و همچنان ارتباط سکته مغزی با کووید 19 در چه هست کسایی که مصاب به ویروس کرونا شدن تا چه اندازه میزان سکته مغزی در نزدشان افزایش داشته همه این موارد را صحبت میکنیم با دکتر صاحب محترم که همین لحظه در استودیو با ما هستن دکتر صاحب حشمت فیضی که مالج امراض داخل هستند دکتر صاحب سلام صبحتان بخیر بسیار خوش آمدید به برنامه سلام صبح شما بخیر صبح بین عزیز که ما رو تماشا میکنن صبحشان بخیر امید صبح خوش آغاز کرده سلامت باشین دکتر صاحب ما هم خوشحال هستیم <laughs> از حضور شما در برنامه <laughs> سلامت. در ابتدا بر ما که سکته مغزی چه هست خب ابتدا خوب است یک تعریف داشته باشیم مک سکته مغزی چی هست یا اصطلاح انگلیسی ما همون استروک یاد میکنن سی وی ام یاد برش یاد سکته مغزی یک اختلال نیروژیکی هست اختلال نیروژیکی یعنی اختلال عصبی است که دفتن به میان میاد یه اثر کاهش یا عدم رسیدن خون به دماغ به میان میاد دماغ خود دماغ که از وظیفه که تمام ارگانای بدن ما را اگر ما حرف میزنیم اگر ما کار میکنیم اگر قلب ما کار اگر مرکز تنفس ما کار میکنه این تمام مرکز از مرکز کنترلی دماغ میباشد که دماغ همواره باید است یعنی بدون وقفه نیاز به اکسیژن نیاز به مواد غذایی نیاز به خون دارد اگر به یک دقیقه یا نهایتا دو دقیقه که درست به دماغ نمیرسه ای بویس میشه که دماغ هم قسمت دماغ انفرکشن کنه دماغ فعالیت شدس بده و برخه بویس سکته مغزی شود بله دقیقا خب سکته مغزی هم میتونه اعراض و علایم متفاوت یا نشانه های متفاوت در هر فرد نظر بله به بله. شدتش داشته باشه حالا روی نشانه های صحبت بکنیم ابتدا اگر قبل از نشانه هایش اگر خوب است که بگیم کدام اشخاص زیاد در معرض خطر هستند که باز این اشخاص چون اعراض علائم نزد هر شخص فرق میکنه خب. مو دو نه و اراض خطر ما فاکټوري خطر بیانو دریم ییکی اېست ک موديفیبل لسته ییکی اېست نان موديفیبل اک موديفیبل و فاکټوري اېست ک ونه قابلیت تغییر نهستان مثلا کس کسن شراز چل بشتر مشه یعنی اشخاص کسای اېست ک بشتر در معرض خطر سکتي مخسی اېستن دیګر کسای ک مردها نسبت به خانومها نسبتا نو اوقات سکی مخسی د انهو بشتر نه بوشن او دیګر کسای ک تاریخچه درن تاریخچه فاميلی درن تاریخچه فاميلی یعنی ک فامیل پلار مادر برادر اینا در فامیل اینا کسایی که سکتی مغزی داشتن اینا در مرض خطر هستن اینا کسایی هستن که در بیشتر در مرض خطر هستن یعنی قابل تغییر نیستن و دیگه چیزایی هستن که نان مودیفایبل هستن یا قابل تغییر هستن مثلا عادات قابل مثلا اسموکینگ هست یا سیگرت کسایی که از سیگرت استفاده که اینا بسیار در مرض خطر هستن اینا باید متوجه باشن کسایی که شکر دارن باید شکرشون همیشه در کنترل باشن از همه مهمتر فشار بلند هستن فشار بلند این فشاری که وقتی میاد میکنیم پیش دکتر میرم فشار ما فشار ما بلند است فشار ما پایین است فشار بلند فشار بلند یکی از فاکتورهای است که باعث یک فاکتور خطری بسیار عمده می باشد که شخص مصاب به سکته مغزی میکند دی تکلیف های قلبی می باشد های قلبی مثلا اریتمی های قلبی می باشند یا عدم کفای قلبی می باشند یا یک از های قلبی هستند که اریتمی های قلبی اتر این یک فاکتور می باشند یا بندش وال های قلبی می باشند این یک کسایی که مصاب والای قلبشان بند هستند یا عدم کفای قلبی دارند یا کسایی که اریتمی قلبی دارند اینا باید همواره متوجه ساعت خود باشن که مصاب یا و کسایی که چربی خونشان بیشتر هستند از الکل استفاده میکنه اینا در خطر هستن ما به دیگه اواخر یک تحقیقاتی که انجام شده که گفته شدن که کسایی که مصاب به کووید هستن خصوصا نزد جوان ها اینا بیشتر در معرض خطر سی وی هستن استروک و سکته مغزی هستن یکی چگونه هستن ایرما فعلا براتون تشریحات کردیم بسیار خوب خب تحقیقات در این مورد نه تنها در افغانستان بلکه در سطح جهان هم صورت گرفته واقعات کووید 19 در افغانستان بان که در مقایسه با کشورهای همسایه خوشبختانه هم کمتر بود ولی بان هم واقعات بسیار شدید داشتیم مرگومیر زیاد داشتیم در افغانستان حالا خوب است روی از این موضوع تحقیق که خصوص در شفاخانه افغان ژاپن صورت گرفته با محمد تنان بسازیم قسم صورت گرفته که واقعات در ځوانو نسبت به یک سالانه حدود 700000 نفر د سر استروک وفات میکردند ولی ای رقم فعلا 4 مراتبه بشتر شوه 4 مرتبه بشتر شوه <تصفح> قرار اتا ریسرچ وکړل شو او ای, ای بشته نتیجه ځوانو دیده میشودی کی څنګه خود کوو 19 متره چندین مشکلات به میان ونی ییکی سوی فکتورای ییکی هسته کی میلوترو التهابی بدن بلند میبره کی ییکی اسکو ارګانو خود ارگان ها. ارگان مثلا از هدف از کلیه است دماغ است قلب است شوش است اینها رو تخریب میکنه دیگه, دیگه هم که هستن فاکتورهای های فاکتورهای تحسری فاکتورهای علاقه خونه بیشتر میسن وقتی کووید 19 داخل بدن میشه داخل شش داخل, داخل شریان میشه قسمت جدار داخلی شریان که <تصفح> یک طبقه اش هست یک اندوتیلیل می باشه یک لایه می که سطح داخلی شراین رو وقتی که کویدنتین می سطح این تخریبی ایندوتلیال میشه در تحت اندوتیلیل یکی از فاکتورها میباشن که وان و دبلیو اف وان وان ولفرین فاکتوریات میکننشن دبلیو وی دبلیو اف این آزاد داخل دوران میشه این وقت فاکتور داخل دوران شد ای باعث میشه که های علاقه را زیاد میشه و خون زیاد تحسرهای خون زیاد میشه خون علاقه میشه و خود علاقه با دماغ میره و باعث بندش دماغی میشه ما وقتی که ما اگر استروک تعریف استروک ما تقسیم بندی کنیم استروک به دو و تقسیم میکنیم یکی از اسکیمیک هست که هموراژیک هست اسکیمیک کدام رقم میشه؟ اسکیمیک او رقم است که خون جدار خون یا شریان بند میشه یا که یا بندش یا می باشه که خود رک بند میشه یا یه که علاقه از یک قسمت بدن میاد داخل اینم شراین بند میکنه یکی از هیمراجیک میباشند هیمراجیک قسمی از میباشه که خود ج... شیریان چی می میکنه رپچر میکنه خود شیریان میکافه خود شیریان پاره میشه باعث خون ریزی دم میرسه وقتی خون اگر شیریان بند شد خون بسوا نمیرسه اگر شیریان کافیت بازم خون بسوا نمیرسه میرسه. اسکی که باعث امو قسمت دماغ که اگر قسمت با امو ساحه دماغ که فعالیت هر قسمت به کنترل بدن به جره اون فعالیت خود درست انجام داده نمیتونه دقیقاً دکتر صاحب معلومات خیلی جالب بود و حالا در رابطه با نشانه صحبت بکنین طبعا زمانی که حمله یا سکته مغزی نزد م. افراد صورت میگیره ممکن است در دقایق یا در لحظات اول نشانه ها را از خود نظر به شدت آفت نشان بده میشه از شما بشنویم که در لحظات اول این اتفاق کدام حالت را یک فرد تجربه میکنه دقیقاً مو بزیا ځ ورننګ ساين دریم برینا ورننګ ساين دریم کې دا نزد مخ په قبلا هم برتون گفتیم کې مو دوه نوای استروک دریم یەکیمراجی کېسی کې اسکیمیک استروک استه واخ دا په بډبختان هم ګویم نزد مریضای 2019 کې استه امی نوای اس، اسکیمیک بشتر ميباشه و اسکیمیک یەک خوب یی کې داره کې ورننګ ساينش بشتر ميباشه نسبته بهمراجی او وقته تقریبا 85% اسکیمیک ميباشه 2 15% 15 اله 20% همراجی کېباشه یکی که اول شخص وقتی که با اختلال دید برشان پیدا میشه اختلال دید برشان پیدا میشه دیدشان خراب میشه بعد اختلال زبان برشان پیدا میشه مثل مثل سابق گفتن نمیتونن اینا تکلمشان تاک در تکلم برشان پیدا میشه مثل شخص نرمال گفتن نمیتونن و همچون و یک قسم به در تمام بدن خود احساس میکنن وقتی امرای با کسی که دست میتن او اول خود دست کسی گرفتن نمیتن اگر دست کسی رو گرفته بتونن او رو فشار دادن نمیتن و همچنین یک بهیسی در وجه در رویشان پیدا میشه و این وارنینگ ساین نشان همه باشن اگر شخص اینمی رو این ای وارنینگ ساین یعنی علایم در وجودش پیدا میشه آجل خود نزد دکتر باید برسانه چون یک دات در رژیم تدوی از یکی است یک از دوای است تیجو پلازمونوژن اکتیویتور اگر مریض در می سه ساعت اول حتی حالا میگن تا چهار نیم ساتم. اگر به شف خانه برسد و همین دوا برش برسد ای کلن امی کلات از بین میبره و شخص خوب میشه اگر یعنی گلدن تایم برزی بسیار مهم است گلدن تایم یا زمان طلایی برش میگم هر چی قزوتر به دکتر برسند به شرطی که شخص امی علای مرا که گفتم یکی دیدشان خراب میشه دیگه دردیش بسیار شدید برشون پیدا میشه مثل سابق قرقبزه نمیتونن یک کلالت زبان پرشون پیدا میشن وهکه به سیسدا یک طرف رویشن پیدا میشه رویشن یک طرف کاچ میشه او همچنان عضلات دست و پایشون بسیار ضعیف میشن درست د دست کیسه گرفتنه نه میتواند وای په مراتب خطرناک تر از عملي قلبي میباشد چون عمله قلبی حتی خود میتونی که کس زنگ بزنی و ای تو خب با کس زنگ زدن میتونی کسی که امرایت می باشه عاجل با و خبر میتین و شما رو باید به شفخانه انتقال بده بسیار خوب پس بس خیلی مهم است اگر ما همچنین علایم در وجود خود احساس میکنیم قبل بطر. از قبل شک بکنیم بالای از یک حالت صحی خطرناک ممکن در راه باشه که ما را مصاب بسازه و حتما نزد دکتر شایبای مربوطه خود ما را برسانیم تا تحت تداوی قرار بگیریم و پیشگیری صورت بگیره حالا دکتر شایبای بر ما بگوین که همچنین عوارضی که در بدن یک فرد پیدا میشه یا عوارضی که پس از مصاب شدن به سکته مغزی در وجود یک فرد دیده میشه آیا قابل برگشت است یا غیر قابل برگشت دقیقاً دقیقاً ما مریضای داریم که اکثرشان ما در وقت اگر ما قبلا هم به برتون گفتم این بستگی به داره که مریض چخ نظم مراجعه میکنه مریض هر قدر زودتر نزد ما مراجعه کنند اگر در سی, سی اونی میلا چار ساعت اول نزد ما مراجعه کنند ما همی دوای تیش پلازموجین اکتیویتور که هست از ازی برشون میتیم کلا مریض خوب میشه اگر بعدا از بر ما مراجعه میکنن در ده, ده ساعت اول مراجعه میکنن یا در 24 ساعت اول مراجعه میکنن هی هر چقدر هر چقدر زودتر مراجعه کنن اما قدر ما میتونیم تداعی ما موثرتر باشه باز ما رژیمای تداعی خود داریم برایشون ما رژیمای تداعی خود شروع میکنیم مریض خوب میشه ی وقبل اداری اې چې ما برتون بګم امی دوا یک ټیچ پلازما جنریټیور اگر امی علائم نزد یک شخص پیدا مېشه اې دوا د هر کلینیک نیسه چې ولما برتون بګم چې د کلینیک نږدې خاني شونه ما امی دوا باشه باید به با یک شفخانې موحتر خاله برسوننه ځکه اې دوا د هرجا پیدا نمېشه در شفخانې پیدا نمېشه چې بوم یک شفخانې موحتر برسه که تاوم از وخت زیات وخت جلوګيري بگیرم ګولډن تایم خپ استفاده کنیم بسیار خوب دکتر سای معلومات خیلی خوب بود در رابطه با سکته مغزی که با ما محمدتنان ما شریک کردین واقعا در افغانستان هم واقعاتش زیاد دیده میشه و بخصوص در این آخر و سالهای آخر در نزد مردم متاسفانه واقعاتش خیلی افزایش پیدا کردن حالا میخوایم پیام و گفتنی شما را داشته باشیم و همچنان کوتا اگر در مورد تداوی مریضایی که مصاب سکته مغزی میشه بر ما بگوین تا محمدتنان ما بیشتر باخبر اولی که با کسایی که فشار دارن با فشارشون تحت کنترل داشته نگذارن فشارشان بلند باشن چون نوی هیمراجی که از کسایی از نزد کسایی پیدا میشه که اونو فشارشان بلند میشه فشارشان بلند شد باعث کفیدن رگهای دماغی میشه و باعث پاره رگهای دماغی میشه و شخص به مصاب هیمراجی استروک میشه یک دومی کسایی که مصاب به کووید 19 هستند کسایی که مصاید به انمی استروک هستند یا مصاب به کووید 19 هستند. اینا روزانه میتونن فقط روزانه یک دو پلیسیر یا دو پلیسیر استفاده کنن سیر بسیار مهم هستن یک سری یا دو پلی سیر میتونن که چونی خود از این نمیمانه که علاقات تشکل کنه نمیمانه که خون باعث لختگی شوه و با دماغ بره باعث بندش دماغی شو. بسیار خوب این کسایی که تکلیف قلبی دارن همواره باید از نزد دکتر خود مراجعه کنند ما بر کسایی که تکلیف قلبی دارن بعض دوای هستن که ما نمیمونیم خونشون غلیظ شود اما دوای را برشون استو... برشون این اینا میچ و کسایی که شکر دارن کسایی که فشار بلن... کسایی که چربی خونه بشترن و همچون کسایی که الکلیست هستن کوشش کنن که از الکل استفاده نکنن کچیک در دین اسلام هم حرام است و به صدشان مضر هستند این پیامی بود که باید هستن وطنم برات کنن بسیار علی یک دنیا تشکر می کنم با پرس محترم از حضور شما در برنامه و از معلومات جالبه که با ما بیننده شریک کردین با امید همکاری هایتان در برنامه های بعدی وقت خوش از شما هم قلبا تشکر میکنم که تا این دم با ما هستین وقفه میگیریم و دوباره برمیگرده